درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در اطاعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. دولت آلمان از آلمانی‌های ساکن ایران خواست که خاک کشور را ترک کنند. نشریه نیویورک تایمز آمریکا گفته است که رهبر جمهوری اسلامی دستور حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل را صادر کرده است. وزیر خارجه آمریکا از تفاهم اسرائیل و لبنان برای اجرای قطعنامه 1701 خبر داد. در حملات هوایی شب گذشته اسرائیل به نوار غزه 47 فلسطینی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. در حالی که تا آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 روز باقی مانده، دو رقیب اصلی به ایالت‌های چرخشی رفتند و شمار کشته شدگان سیل در اسپانیا به 205 تن رسیده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه اول نوامبر 2024 میلادی برابر است با 11 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرد و از آلمانی های ساکن ایران خواست که خاک کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز جمعه 11 آبان ماه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می دهند. این سخنگو افزود دولت آلمان احتمال می دهد که به دنبال اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی مقیم آمریکا، جمهوری اسلامی شهروندان آلمانی در کشور را به گروگان بگیرد. به افزود که آلمان می خواهد که سایر شهروندان خود در ایران را از دوچار شدن به سرنوشت مشابه باز دارد. به دنبال اعدام جمشید شارمهد در روز هفتم آبان ماه توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دولت آلمان هر سه کنسولگری ایران را در این کشور بست. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که با اعدام جمشید شارمهد به بهانه طراحی انفجار در حسینیه شیراز در سال 1387 تاکنون 7 تن در ارتباط با این موضوع اعدام شدند. در گزارشی که این سازمان در روز جمعه 11 آبان ماه منتشر کرده آمده که این اعدام‌ها در شرایطی انجام شده که بیگناهی برخی از آنها محرز است. سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که اعدام این 7 زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که حتی موضوع عمدی بودن این انفجار بارها زیر سوال رفته است. نشریه نیویورک تایمز آمریکا روز پنجشنبه 31 اکتبر به نقل از منبع ایرانی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی دستور حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل را صادر کرده است. به گزارش این نشریه، علی خامنه‌ای روز دوشنبه به شورای عالی امنیت ملی دستور داده تا برای حمله به اسرائیل آماده شود. این مقامات گفتند که رهبر جمهوری اسلامی این تصمیم را بعد از بررسی گزارش مفصل فرماندهان ارشد نظامی درباره میزان آسیب‌های وارده به قابلیت‌های تولید موشک و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در اطراف تهران، زیرساخت‌های حیاتی انرژی و یک بندر اصلی در جنوب ایران اتخاذ کرده است. از قول علی خامنه‌ای آمده است که دامنه حمله اسرائیل و همچنین تعداد تلفات به قدری زیاد بوده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و عدم پاسخگویی به معنای پذیرش شکست است. مقامات ایرانی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گفتند که فرماندهان نظامی در حال تهیه فهرستی از ده‌ها هدف نظامی در داخل اسرائیل هستند، اما به احتمال زیاد این حملات بعد از انتخابات آمریکا رخ خواهد داد، زیرا ایران نگران است که تنش و هرج و مرج مجدد در منطقه به نفع دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و کارزار انتخاباتی مجددش تمام شود. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع اسرائیلی ناشناس گزارش داده که اطلاعات اسرائیل نشان می‌دهد که ایران در حال آماده شدن برای حمله به اسرائیل از خاک عراق در روزهای آینده است. گزارش اکسیوس اضافه می‌کند که انتظار می‌رود این حمله از عراق و با استفاده از تعداد زیادی پهپاد و موشک‌های بالستیک و احتمالاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر.
انجام شود. وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیلی خود بر آمادگی کامل ایالات متحده در دفاع از نیروهایش و متحدین این کشور در سراسر خاورمیانه در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. همزمان یک منبع اسرائیلی گفت که کشورش در بالاترین سطح آمادگی برای حمله احتمالی تازه ایران قرار دارد. گفتگوی تلفنی لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با یوآف گالانت همتای اسرائیلیش در بامداد جمعه 11 آبان ماه به دنبال گزارش‌هایی انجام شد که میگوید تهران در واکنش به عملیات نظامی 5 آبان اسرائیل در ایران در روزهای آتی به حمله دیگری علیه اسرائیل دست خواهد زد. بر اساس اطلاعاتی که گروه لبدوختگان و نریمان غریب پژوهشگر امنیت اینترنت منتشر کرده، گروه سایبری شهید شوشتری وابسته به سپاه که با نام ایمنت پاسارگاد هم شناخته می شود فعالیت های خود را برای تاثیرگذاری بر انتخابات آتی آمریکا اثر گرفته است. بر اساس این اطلاعات، هدف گروه سایبری ایمنت پاسارگاد از برپایی کارزار جدید خود ایجاد اختلال و تنش در انتخابات به ویژه در ایالت های چرخشی عنوان شده است. از ابتدای سال 2024 این گروه اقدام به جمع‌آوری اطلاعات درباره این ایالت‌ها کرده و در جهت برهم زدن روند انتخابات پیام‌هایی را به طور مستقیم برای نامزدهای سنای آمریکا در یکی از ایالت‌های کلیدی ارسال کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا 6 مهر ماه 7 تن از عوامل جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سالهای 2020 و 2024 تحریم کرد. کانون سنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای در محکومیت صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره خود نوشت که دولت مسعود پزشکیان که با وعده تغییر سیاست‌ها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار خود دارد. در این بیانیه که روز 10 آبان ماه صادر شده، از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان واقعه سخیف دولتی که با وعده تغییر سیاست‌ها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده نام برده شده است. کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطر نشان کرد که در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استانهای دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی هم با حکم اخراج و ممنوعیت از تحضیر و تدریس مواجه شدند. این تشکل صنفی با بیان اینکه دولت پزشکیان با کلیدواژه وفاق ملی بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشان دهنده این موضوعان است که این کلیدواژه صرفاً سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول 40 سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، روز پنجشنبه 10 آبان ماه با اشاره به اعتصاب پدرش منوچهر بختیاری در زندان قزوین در مورد تهدید جانی او در زندان جمهوری اسلامی هشدار داد. دختر منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت: رژیم پویا را کشت و حال قصد کشتن پدرم را دارد. و افزود: امروز 4 روز اعتصاب منوچهر بختیاری بوده است. دیشب دچار نارستایی کلیه و انسداد مجاری ادراری شده. جان پدرم در خطر است. مونا بختیاری همچنین نوشت: جان برادرم را که گرفتید. جان پدرم در خطر است. جان مادرم در خطر است. جان تمام خانواده ما در خطر است. منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری، معترض کشته شده در اعتراضات آبان 98، با ارسال پیامی صوتی از زندان قزوین گفت که از 7 آبان ماه تا زمان آزادی از زندان اعتصاب قضا کرده و مسئولیت هر آنچه برای او اتفاق بیفتد بر عهده جمهوری اسلامی است. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وبسایت دیدبان ایران در گزارشی در مورد افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی از جمله تخم مرغ و مرغ به نقل از فعالان بازار نوشت که با افزایش قیمت نهادها و اقلام دارویی مورد نیاز برای پرورش مرغ به زودی شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار خواهیم بود. در همین ارتباط ناصر نبی‌پور به این وبسایت گفت که افزایش محسوس قیمت ارز در هفته‌های اخیر حدود 6 ماه دیگر یعنی در ماه‌های ابتدایی سال آینده تأثیر خود را روی قیمت مرغ و تخم مرغ نشان می‌دهد. دیدبان ایران اعلام کرد که این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمت ارز ترجیحی در شروع سال 1404 با تأثیر بلند مدت نوسانات اخیر دلار در بازار آزاد همراه شود و قیمت کالاهای اساسی نظیر مرغ و تخم مرغ را بالا ببرد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران هم به دیدبان ایران گفت که با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارزش پول ملی ما هم پایین می‌آید که این می‌تواند به افزایش میزان قاچاق مرغ و تخم مرغ دامن بزند. دادگستری هرمزگان از دستور قضایی برای برگزاری مزایده 84 میلیارد تومانی چای دبش در بندر عباس خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نوشته است که این مزایده حضوری که شامل 89 ردیف چای در گریدهای مختلف است قرار است که روز شنبه 12 آبان ماه برگزار شود. وی گفته است که این حراج به منظور تعیین تکلیف این محموله قبل از گذشتن تاریخ مصرف و تزییع آن برگزار می شود. به گفته او از 140 کانتینر چای موجود در انبارهای اموال تمرکزی استان هرمزگان 50 کانتینر تا کنون به فروش رسیده و حدود 90 کانتینر چای هم در مزایده جدید به فروش خواهد رسید. رئیس دادگستری هرمزگان همچنین گفته که بیش از 500 کانتینر چای دبش موجود در بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بیش از 600 کانتینر فویل آلومینیوم و کاغذ این شرکت متروکه شدند و باید توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند. حراج چای دبش در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر رئیس سازمان تعزیرات گفته بود که این شرکت چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت به دبی منتقل کردند، رنگ و اسانس زدند و دوباره به عنوان چای خارجی وارد کشور کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل و لبنان در حال دستیابی به تفاهمی هستند که بر اساس آن قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کنند و به مناقشه فعلی پایان بدهند. آنتونی بلینکن در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت
بعد از سفر اخیرم به منطقه میتوانم بگویم که بر اساس کارهایی که انجام شده و در حال حاضر پیگیری میشود پیشرفت خوبی در رسیدن به این تفاهم صورت گرفته است. او در ادامه خاطر نشان کرد که با این حال باید تلاش‌های بیشتری انجام شود تا به نتیجه دلخواه و اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت برسیم. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هم روز پنجشنبه گفت امیدوار است که به زودی تحولاتی در لبنان رخ بدهد. وی اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. قطعنامه 1701 شورای امنیت که تابستان 2006 برای پایان دادن به جنگ میان حزب الله لبنان و اسرائیل صادر شده، حزب الله را موظف کرده که تا ساحل شمالی رودخانه لیتانی عقب نشینی کند و راه را برای استقرار ارتش ملی لبنان و نیروهای پاسدار صلح هموار سازد. بر اساس این قطعنامه ارتش اسرائیل در مقابل موظف است که با آغاز استقرار نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل نیروهای نظامی خود را از مناطق جنوبی لبنان خارج کند. پایگاه خبری و اطلاع رسانی فلسطین وفا روز جمعه گزارش داد که در حملات هوایی شب گذشته اسرائیل به دیر البلح، نصیرات و الزبایده در مرکز نوار غزه 47 فلسطینی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. مقامات پزشکی غزه شب گذشته اعلام کردند که دست کم 46 فلسطینی در حملات پنجشنبه اسرائیل در سراسر نوار غزه و غالبا در شمال کشته شدند و یک بیمارستان هدف قرار گرفت که تجهیزات پزشکی آن دچار آتش سوزی شد و عملا به حالت تعلیق درآمد. ارتش اسرائیل حماس را به استفاده از بیمارستان کمال ادوان در بیت لاحیا برای مقاصد نظامی متهم کرد و مدعی است که ده ها شبه نظامی در آنجا مخفی شدند. این در حالی است که مقامات بهداشتی و حماس این اتهامات را رد می کنند. از سوی دیگر گزارش واشنگتن پست حاکی از آن است که هزاران ساختمان در شهرک‌های مرزی لبنان در اثر حملات اسرائیل آسیب دیده یا به کلی ویران شدند. این گزارش بر مبنای آنالیز تصاویر ماهواره‌ای و ویدیویی تاکید دارد که دست کم 5858 ساختمان در منطقه مرزی تحت تاثیر این حملات هوایی قرار گرفتند که تقریبا 25% همه ساختمان‌های 25 شهرک در طول مرزها با اسرائیل شامل می‌شود. بیشترین میزان خسارت‌ها از زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان در اوایل اکتبر رخ داده و از آن زمان به این طرف میزان خسارت و زیان‌های بارآمده هر هفته دو برابر شده است. از سوی دیگر به گزارش رویترز یک منبع سیاسی ارشد لبنانی و یک دیپلمات بلند پایه امروز جمعه اعلام کردند که آموس هوکشتاین فرستاده ویژه آمریکا به لبنان از این کشور خواسته که در راستای پیشبرد مذاکرات برای حل درگیری طولانی مدت با اسرائیل آتش بس یک جانبه اعلام کند. با این حال نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان این ادعا را رد کرده و در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا چنین درخواستی از لبنان نکرده است. میقاتی در ادامه گسترش حملات اسرائیل به لبنان را نشانه‌ای از عدم تمایل اسرائیل به دستیابی به آتش بستن است. این سخنان او بعد از حملات شدید بامدادی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت منتشر شد. سازمان زندان‌های اسرائیل به دستور ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی متهمین تازه دستگیر شده 7 اخیر به اتهام جاسوسی برای تشکیلات اطلاعاتی ایران را در بخش جداگانه‌ای محبوس می‌کند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل میزان خطر ناشی از این متهمین بسیار بالا ارزیابی شده و حبس آنها در بندهای معمولی بازداشتگاه‌ها همراه با سایر زندانیان و بازداشتی‌های معمولی فلسطینی یا اسرائیلی خطر درز نشت اطلاعات محرمانه و همچنین الهام بخشی به بزهکاران ندارد. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی از ابتدا تا پایان پرونده حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا
در هیدری یا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. تا آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 روز باقی مانده است. دو ایالت چرخشی نوادا و ویسکانسین روز پنجشنبه 10 آبان ماه میزبان هر دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه کامالا هاریس و دونالد ترامپ بودند. در انتخابات این دوره از 7 ایالت نوادا، آریزونا، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسین به عنوان ایالت‌های چرخشی یا میدان نبرد یاد می‌شود. آراء هر دو رقیب در این ایالت‌ها نزدیک به هم است و این ایالت‌ها نقشی سرنوشت‌ساز در راهیابی یکی از نامزدها به کاخ سفید خواهند داشت. دو ایالت نوادا و ویسکانسین که روز پنجشنبه میزبان دو رقیب بودند، محل سکونت شماره قابل توجهی از لاتین‌ها، یعنی کسانی هستند که موضوع یکی از دو نقل قول جنجالی روزهای اخیر بودند. کامالا هاریس روز پنجشنبه در نوادا به شدت از سخنان رقیب خود درباره زنان انتقاد کرد و گفت که دونالد ترامپ به آزادی و هوش زنان برای تشخیص مصالح خود احترام نمی‌گذارد، ولی ما به زنان اعتماد داریم. این سخنان واکنشی بود به اظهارات دونالد ترامپ که گفته بود وی از زنان محافظت می‌کند، چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند. کامالا هاریس در سخنان خود در آریزونا هم از مردم خواست که به طرح طولانی کردن امکان سقط جنین تا 24 هفتگی به جای 15 هفتگی فعلی در این ایالت رأی بدهند. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 10 ایالت آمریکا درباره موضوع سقط جنین هم رأی گیری می شود و این موضوع به یکی از محورهای اصلی مورد مناقشه در انتخابات کنونی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ پیش از سفر به آریزونا و نوادا، در سفری که ناظران آن را تعجب‌آور توصیف کردند، به ایالت نیو مکزیکو رفت، ایالتی که 4 سال پیش به تنها حدود 10% آرا را کسب کرد. نیو مکزیکو از سال 2004 همواره به دموکرات ها رأی داده و به اصطلاح ایالتی آبی محسوب می شود، اما به نوشته نیویورک تایم دونالد ترامپ در تلاش برای جلب اعتماد ملی و همچنین تأثیر بر رأی اقلیت لاتین ساکن آمریکا بوده است. در تحولی دیگر، ایلان ماسک میلیاردری که با اعطای چک های 1 میلیون دلاری به رأی دهندگان جنجال به پا کرده، روز پنجشنبه در دادگاه حاضر نشد. و این حال قاضی دادگاهی در ایالت پنسیلوانیا با درخواست جلوگیری فوری از اقدام او مخالفت کرد. قاضی در جلسه دادگاه گفت که این شکایت را تا زمانی که دادگاه فدرال درباره بررسی آن تصمیم بگیرد به حالت تعلیق در می آورد. به این ترتیب و با رأی این قاضی، ایلان ماسک می تواند تا روز پایانی انتخابات در 15 آبان ماه به اعطای چک های 1 میلیون دلاری خود به رأی دهندگان ادامه بدهد. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، روز پنجشنبه در جریان نشست شورای امنیت اعلام کرد که
بر اساس اطلاعات واشنگتن در حال حاضر 8000 سرباز کره شمالی در منطقه کورسک روسیه حضور دارند. منطقه مرزی کورسک در غرب روسیه و در همسایگی اوکراین واقع است و آقای وود ضمن اعلام این خبر گفت اکنون پرسشی از همکار روس خود دارم. آیا روسیه همچنان اصرار دارد که هیچ نیرویی از کره شمالی در روسیه وجود ندارد؟ نماینده روسیه در شورای امنیت به این پرسش پاسخی نداد و مسکو هم تا کنون حضور نیروهای کره شمالی در خاکش را نه تکذیب و نه مستقیما تایید کرده است. از سوی دیگر کره شمالی که در ابتدا هر ادعایی در این باره را انکار میکرد اکنون از ایده استقرار نیروهایش در این منطقه مطابق با قوانین بین‌المللی دفاع میکند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.